که از تیم خیلی خوبی هم بود. فوتبال ساحلی ما اولین قهرمانی تیم ملی فوتبال ساحلی و تنها قهرمانی آسیا در این بازه برای تیمی از فوتبال کشورمون رقم خورد. حالا ناکامی هم کار صحبت کردیم، هم درباره لبنان باختیم و در برابر ازبکستان باختیم و غرب آسیا تو گروهمون هست شدیم و تیم ملی جوانانمون برای 16 سال شد عدم حضورش در جام جهانی فوتسال همچنان ناکام در رسیدن به جام چهار تیم برتر و جام ملت‌های آسیا که در فوتسال برای دومین بار در 12 دوره حضور خودش قهرمان نشد. بعد میگم هم این نیمه پر داشته نیمه خالی داشته و به خصوص در حالا رده‌های سنی پایین‌تر میشه این نکته رو اشاره کرد. پخش بانوان هم بد نبود. آره بانوان شما هم دقیقاً بانوان شما هم به حال کم تکون خورده، وضعیت خوبی داشته. ولی اینا خب نافیه به حال ضعفایی که بله. حالا بخوام درباره کدوم قسمت صحبت کنیم؟ حالا هر کدوم که بفهمم شما. حالا اگه قرعه کشی رو بچه‌ها آماده کنم، قرعه کشی رو با آقای علی کفاشیان انجام بدیم. من برم جلو اگه اشکال نداشته باشه. ما هفته قبل 2,119,695 پیام دریافتی داشتیم که در مورد بهترین بازیکن دو دهه اخیر فوتبال کشورمون صحبت کردن. 42.8% به علی دایی رأی داده بودن، 20% به عابدزاده، 4 نزدیک 15% به مهدوی کیو، 14% به باقری و نزدیک 9% به خداداد. تعداد اعضای باشگاه 90 تایی ما به 441,076 نفر رسیده. 290,832 در برنامه قبلی ما شرکت کرده بودن و کل تعداد شرکت کنند در برنامه 90 رسید به مرز 32,246,945 شماره منحصر به فرد. ما قرعه کشی رو انجام میدیم با آقای کفاشیان از یک تا حالتون قبلش من یادی هم دوباره بکنم از حالا یعنی اونه که چون گزینه یک و نه ما قطعا بالای 90 باشه که اگه یادی هم از سجل یحیی‌زاده عزیز بکنیم نماینده محترم مجلس که حالا بعد نیست بگیم که 173 بار فکر کنم ایشون شرکت کردن در مسابقه پیام کوتاه ما که متاسفانه دیگه در بین ما نیستند. از یک تا 290,832 با 137,000 عدد سخت نگید آقای کفاشیان. خب 291 شما چرا ساله سخت تمام میکنید؟ من کجا سال سخت فقط سوال من نپرسیدم من سوالو اگه سخت بگید 96 بار 914 آخرش 4624 290,832 تا 500,000 433,200 عددش مثل هم بگید من تون تون بزنم. خب بله مرسی دستی مادر. یعنی چی رندونه بگم؟ نه نه یعنی مثلا 23 بار 912 75 59 مثلا روند بگیرید همش مثلا چه می‌دونم 500 تا 800 مثلا بگی 700 هزار مثلا میگه اینجا که زوم رو حرف خودم میرسه. بله خب 500 تا 800 هزار 700 هزار 2 یه دو هم بزنید یه دو بزنید درست بشه درسته؟ خیلی سخت بود. 113 بار 935 آخر 83 07 800 هزار تا 1 و 100 954,000 33 بار 935 آخری 4946 یک و ست تا یک و چهار ست 1,151,000 نفر پنجم یه بار 933 آخرش 98,58 یک و 400 یک و 700 1,551,000 18 بار 911 آخرش 36,98 یک و 700 تا 2,000,000 بله 1,841,000 سی بار 936 24 96 2,000,000 تا 2,200,000 من 2,200,000 2,200,000 دیگه نه 2,200,000 2,300,000 آها نمیشه نه 200 خب این هم نفر هشتم 87 بار 912 656 اونم آب بازی آخر باشه هم 2,451,000
حالا اینا بچه‌ها این دفعه تماس گرفتن، اگه خواهش می‌کنم بچه‌ها تماس می‌گیرن باشون بپرسن که به کی رأی داده بودن، به کدوم بازیکن رأی داده بودن. 90 بار دقیقاً 917 76 32 اینم بعدش بدین این 9 نفری که برنده شدن به کی رأی داده بودن در هفته قبل، اگه دوست داشتن البته بگه، اگه دوست داشتن نگه. تماس گرفته میشه با این عزیزان، اسمش خدمت معرفی خواهیم که زمینی که سوال امشب هم دوستان محبت میکنم براتون زیرنویس میکنم، امشب 9 برنده خواهیم داشت که به هر کدومشون مبلغ 300 هزار تومان از طرف شرکت آسان پرداخت پرشین تقدیم خواهیم کرد. در خدمت های علی کفاشیان هستیم، ریاست محترم فدراسیون فوتبال. آره بحثی که بازم میگم مطرح میشه بیچاره رو به حال ما اومدیم که عملکرد شما مورد نقد قرار بگیره، این انتقاد هایی که میشه شما یه صحبت بکنید، دفاعی بکنید که شاید به حال یه سری ذهن ها روشن بشه از اتفاقی داره رخ داده. مثلا یک اتفاقی رخ داده، آقا هد رئیس فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ اومده تصمیم گرفته لیگ ما از چند ماه قبل شما تصمیم گرفته لیگ ما 16 تیمی بشه، درست؟ اما تا که نزدیک آخره لیگ چه سری فشارهای از این ور و از اون ور و نمایندهای مجلس و وزارت ورزش و این یه سری فشار رو آوردن، قشنگ اون مصاحبه رو شما در نظر بگی هی ملوتر شد، هی مثلا نه آره ما سعی می‌کنیم 18 تیم 16 تیمی برگزار بکنیم، حالا بعد ببینیم چی میشه. همین آقا یه تصمیم گرفتی درست یا غلط، حداقل این تصمیمای خودتون وایسید دیگه. اینجور این عدم استقلال خیلی آزاردهنده است، شاید خیلی از ضعف‌های فدراسیون بشه تحمل کرد، ولی این عدم استقلال خیلی غیر قابل تحمله. درسته های فدراسیون ما حالا بیا به غلط یا به درست یا به هر دلیلی حدود یک سال و دو ماه سه ماه پیش تصمیم گرفتیم که لیگ 16 تیمی بشه و تصمیم داریم که کیفیت لیگ تیم‌های لیگمون بالاتر بره به هر وسیله و به هر صورتی و کار خوب انجام بشه. بعد همه یه جلساتی گذاشتیم، هم از لیگای برتر کم کردیم، هم از لیگای دسته یک کم کردیم و خب خود شما هم دیدین که در این یک سال، در این فصلی که دو فصلی که در واقع اون دو تا نیم فصل که اومد اصلا هیچ کسی اعتراضی نکرد. الان که رسیده کار به اون تای قضیه و یه سری تیم‌ها احساس خطر میکنن برای افتادن، شروع کردن و حالا امضا جمع میکنن، صحبت میکنن. ببینید در هر صورت ما این تصمیم گرفتیم، ولی کن اینجوری هم نمیگیم که حالا اگه فرض کنین که این تصمیم یه موقعی ببینه همه کارشناسا وقت بیان میگن آقا این به ضرر فوتبال ما، بگیم نه پس سه وایسیم، ولی واقعیت اینه که این تصمیم گرفتیم، این تصمیم موقع کارشناسی شده. خب تصمیم نگیرید، اگه قراره تصمیمی بله. که میگیرید نمیشه اینقدر زود وتو بشه، وزارت ورزش بگه آقا نه 18 تیمی بشه، نماینده مجلس بیاد فشار بیاره که بعد چی افه شما الان شما تاریخ رو نگاه کنید، این 20 فروردین بوده، گفته لیگ برتر فصل بعد قطعاً 16 تیمی برگزار میشه. خب یعنی به ضرس قاطع گفته 16 تیم، اما قشنگ این فشارا اومد 20، مثلا اون موقع هنوز لیگ حساس نشده بود، آیت الله گفته آقا لیگ قطعاً 16 تیمی میخواد، این 28 فروردین. خب هر چی داریم میریم جلوتر این فشارا میگه کفاشیان 16 تیمی شدن لیگ برتر در پایان مسابقه یعنی چی؟ آقا مگه فدراسیون شما یه تصمیم به این سادگی فوتبالی نمیتونه بگیره؟ 16 تیمی شدن این دقیقاً اومده تاریخش 21 فروردین، هر چی نزدیک شدیم به پایان فصل فشارو از طرف تیمایی که دارن میافتن بیشتر شده. این یعنی آقا یعنی یه تصمیم ساده فوتبالی رو هم شما نمیتونید، فدراسیونتون نمیتونه بگیره. دقیقاً ادامه بعد انداخی آخه بدترش اینه که انداخی گردن کیروش. آقا شما یه تصمیم گرفتی، هیئت رئیستون شما انت آدم بالغ و عاقل نشستید جلسه گذاشتید تبعات کارو در نظر گرفتید، گفتید لیگ 16 تیمی بشه به هر دلیلی، درست غلطش اصلا. بعد آقا چرا میذارید گردن کیروش؟ آخه که اینو میگه رو در روی مردم که اگه مثلا ما نرفتیم جام جهانی و کیروش مثلا رفت به هر دلیلی بعد میفته گردن این آدم؟ نه ببینید این سوالو اولا کس من نگفتم، ولی از من پرسیدن آقای کیروش، گفتم آقای کیروش نظرش نظر شخصیه. واقعا اینه که آقای فدراسیون ما در هیئت رئیسه فدراسیون نشستیم یک بار دیگه مطرح کردیم، از بعضی از اعضا اومدن گفتن آقا دوباره مطرح کنیم، دوباره مطرح کردیم، از هیئت رئیسه همه گفتن 16 تیمی، روی اینا وایسادیم، اینم حرفمونه. ولی خب ما گفتیم که آقا الان بحثش جاش نیست که حالا ما داریم آخره لیگ هستیم، هی هر ذره بگیم 16 تا. آقا این چرا؟ برای اینکه آقا این میره بچه فشار میارن، برای اینکه اصلا شما رو تو تصمیماتتون دارای ثبات نمیبینم، برای همین فشار میارم. من میگم آقا یه تصمیم گرفته شده، انتفاضی هستیم دیگه. نه اصلا این اصلا انتفاضی نیست به نظر این اصلا نیست. این میشه کرنش، میشه نرمش در برابر بالادست، این میشه عدم استقلال. بالادست نداریم کردن چرا دیگه داره دیگه شما وقتی این فشار رو میادم چی رسانه هستن یه خود رو اذیت میکنم و اینا بقیه نه الان شما این خیلی مش نمونه خرواره دیگه، خیلی مشخصه. یعنی نه همینی که مثلا شما های بهروان اونجور قربانی فدراسیون الان بالاخره شما باید برای تصمیم اعضای مجمع احترام قائل بشین یا نه؟ خب وقتی که 15 تا باشگاه